در گذشت وزیر خارجه دولت موقت ابراهیم یزدی از فعالان سیاسی پس از طی یک دوره بیماری دیشب در 86 سالگی در ازمیر ترکیه درگذشت. یزدی وزیر خارجه و معاون نخست وزیر دولت موقت بود و عضویت در شورای انقلاب و نمایندگی دوره اول مجلس شورای اسلامی رو در کارنامه‌اش داشت. رئیس جمهور در پیامی با تسلیت به خانواده و نزدیکان دکتر یزدی از آن مرحوم به عنوان یکی از پیشگامان مبارزه در محافل دانشگاهی در دوران ستمشاهی یاد کرد. ظریف وزیر امور خارجه هم در پیامی در گذشت دکتر یزدی را تسلیت گفت. ابراهیم یزدی وزیر خارجه دولت موقت و دبیر کل نهضت آزادی در نزدیکی شهر ازمیر درگذشت. او 86 سال داشت و به سرطان مبتلا شده بود. حسن روحانی رئیس جمهوری محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران در گذشت آقای یزدی را تسلیت گفتند. I'm planning to address the whole nation after two days and announce the highlights of my بیش از نیم قرن سیاست ورزی برای ریشه دار کردن دموکراسی و فرهنگ تحزب. ابراهیم یزدی دومین وزیر خارجه جمهوری اسلامی تا پایان پیوسته از دیپلماسی و گفتگو دفاع و بر آرمانهای انقلابی که در سرنوشت سازترین بزنگاه‌های آن نقش داشت پافشاری کرد. Which I will now translate for you. در کارنامه سیاسی آقای یزدی همه چیز هست، از آموزش‌های مسلحانه با فعالان سیاسی از جمله مصطفی چمران در دهه 40 خورشیدی تا مشاوره با آیت الله خمینی، به ویژه در مدت اقامتش در نوفل‌لوشاتو، معاونت و وزارت در دولت بازرگان، استعفا و اعتراض به گروگانگیری دیپلمات‌های آمریکایی در تهران، نمایندگی مردم تهران در مجلس اول شورای اسلامی، مخالفت علنی با ادامه جنگ با عراق پس از آزادی خرمشهر، دبیر کلی حزب معروف به نهضت آزادی ایران و ماها زندان و محدودیت به ویژه پس از وقایع انتخابات 1388. او هم مورد تحسین و اعتماد آیت الله خمینی بود، هم همرزم مهدی بازرگان. ابراهیم یزدی گفته بود بعد از کنارگیری دولت موقت آقای خمینی پیام داد که از نهضت آزادی و بازرگان جدا شو تا راه رئیس جمهور شدنت باز شود. او هم پیغام می دهد که رسم جوانمردی نیست که به این پیرمرد یعنی مهندس بازرگان پشت کنم. در آخرین هفته های عمرش با او در نزدیکی شهر ازمیر ترکیه دیدار کردم. بیماری و پیامدهای آن یادآوری وقایع سالها کار سیاسی را مشکل کرده بود و توانی برای گفتگوی مفصل نداشت. با این همه تاکید می‌کرد که انقلاب 1357 غیرقابل اجتناب بوده است و اصلاح تدریجی نظام فعلی تنها راه بهبود. برای اینکه در اون تاریخ اون نظام، اون شخصیت‌های کارگردانان نظام یک کارایش انجام شده بود که به حساب اونا نوشته شده بود. حالا ممکنه کسی بگه که به ما مربوط نبود، ولی بالاخره به حسابشون نوشته شده و نمیتونستن از اونا دفاع کنند. چاره ای نبود، باید یه انقطاعی حاصل میشد. منتقدینش به ویژه دوستداران خانواده پهلوی او را جاده صاف کن روحانیان طالب قدرت میدانستند و در مقابل بسیاری از هواداران آیت الله خمینی هم آقای یزدی را به خاطر مذاکره با مقام‌های آمریکایی و آنچه نرمش در برابر غرب می‌خواندند و همچنین مخالفت علنیش با سیاست‌های کلان رهبران جمهوری اسلامی غیر خودی خواندند و از محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های دستگاه‌های امنیتی علیه فعالیت سیاسی او و دیگر اعضای نهضت آزادی حمایت کردند. در مقابل ابراهیم یزدی از صبوری و شکوری دفاع و در کتاب خاطراتش با همین عنوان بر تغییرخواهی مسالمت جویانه پافشاری کرد و با بازگویی تجربیاتش دلایل آنچه از دید او انحراف رهبران نظام سیاسی ایران از آرمانها و وعده‌های انقلاب بود را شرح داد، از جمله در ماجرای گروگانگیری. بله، آقای خمینی گفت بگید برم بیرون،
اما من ناظر بودم که تو این کار احمد خمینی موسوی خمینی ها دخالت دارن و خب این فرق میکرد با دفعات دیگه. دبیر کل نهضت آزادی ایران از آخرین های نسلی بود که انقلاب 57 را معماری کردند و به سرعت در جبهه منتقدان حاکمان جدید قرار گرفتند، به این امید که با توجه به سابقه دوستی و همرزمی با مقام های تازه به حکومت رسیده، به ویژه رابطه نزدیکش با آیت الله خمینی، به هشدارها و زنهارهایشان توجه شود. صاحبان قدرت اما بیشتر بر خاموش کردن صدای او و همفکرانش اصرار داشتند. ابراهیم یزدی در شرایطی از دنیا رفت که آرمانهایش برای استقرار حکومتی قانونمند و پایبند به رعایت حقوق سیاسی و اجتماعی شهروندان محقق نشد. او اما تا آخرین لحظه به نتیجه دادن خط مشی سیاسی تغییرات گام به گام و استمرار در پیگیری مطالبات امیدوار ماند.